خدا چقدر ما رو دوست داره. با اینکه ما کوتاهی میکنیم، ما مسئولان هر کدام به نحوی کوتاهی داریم، ولی هنوز خدا دستش رو از سر ما بر نداشته. ولی تا کی نمیدونی. در روایت دارد خدا سخطش رو بین همه گناهان مخفی کرد تا انسان از همه گناه ها پرهیز کنه. یه موقع از آدم میگه من فلان گناه کبیره رو کردم، خدا از چشت نیفتادم، هنوز آبروم رو حفظ کردی. میشه بگیم که پس اگه گناه کوچکتری کردم آبروم حفظ میشه دیگه، چون اون بزرگتره حفظ شدم؟ نه. چرا؟ مثل یه ترازوی میمونه که توی کفش چی هستش؟ اعمال منو قرار میدن، توی کفش وزنه میذارن، درسته؟ این وزنه که میذارن 10 کیلو، 20 کیلو، 10 کیلو، 5 کیلو، 35 کیلو شده تا الان دیگه، درسته؟ بعد 1 کیلو میشه 36 کیلو، بعد یه 500 گرمی میذاری میشه 36 کیلو نیم، بعد یه 50 گرمی میذاری، یه دفعه این کفه استلاچی 50 گرم بوده ها، اما یه دفعه 20 کیلو یه نیوردش پایین این رو، اما 50 گرمیه چیکار کرد؟ زمیمه شد به قبلی ها. نمیشه بگی اگر من گناه کبیره کردم نعوذ بالله چیزیم نشد پس صغیره دیگه مانعی ندارد. نه، این صغیره زمیمه میشه به اون چی؟ به اونها. یه دفعه میبینی از چشم خدا افتاده. نگاه اجتماعی هم همین جوریه. ممکنه که در حقیقت خطاهای اجتماعی تا یه جایی هنوز چی باشه؟ هنوز خدا فرصت بده. اما گاهی یه خطای کوچکی باعث میشه چی بشه؟ لذا باید از همه خطا پرهیز کرد، جبران کرد، دنبال اون اقامه قسط الهی و عدالت الهی باشه.